سلام بیننده های عزیز، شب شما بخیر. امروز سه‌شنبه 6 جدی سال 1399 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 26 ماه دسامبر سال 2020 میلادی. شما را دعوت می نمایم به مجموعه خبری امشب از تلویزیون جهانی غزنویان. در نخست سرخط مهمترین رویدادهای روز. کشته و زخمی شدن 5 تن بر اثر 3 انفجار جداگانه در شهر کابل. تلاش های مسئولین محلی غزنی در پیوند به ترور رحمت الله نکزاد. بازداشت 4 تن در پیوند به جرایم مختلف از سوی منصوبین امنیتی در ولایت غزنی و جان باختن 10 نفر در یک شبانه روز گذشته بر اثر ابتلا به مریضی کووید 19. حال هم مشروع خبرها. 3 انفجار جداگانه در شهر کابل 2 کشته و 3 زخمی بر جای گذاشت. شهر کابل صبح امروز شاهد 3 انفجار ماین بوده است. پلیس می گوید که در نتیجه این انفجارها 2 مأمور پلیس کشته و 3 نفر دیگر به شمول 2 مأمور دیگر پلیس زخمی شدند. با این حال شهروندان از طرفهای درگیر جنگ می خواهند تا ساحات مسکونی را با میدان نبرد تفکیک کنند و دست از کشتن مردم بیگناه بردارند. سمی فیضی گزارش می دهد. آغاز هفته را شهریان کابل هر از گاه با صدای انفجار شروع می کند. این هفته نیز با شروع شدنش کابل نشینان را شوکه می سازد. انفجارهای امروز شهر کابل نیز خیال راحت پایتخت نشینان را آزرده ساخته، شماری را روانه گور می سازد و تعداد هم به بیمارستان منتقل می شوند. صبح امروز در جریان 2 ساعت کابل را چندین انفجار تکان داد. موتر نو رنجر پلیس در مربوطات حوزه سوم ساحه چهارراه شهید این منطقه هدف انفجار ماین قرار می گیرد. ما در داخل دوکان بودم. در داخل دوکان بودم که نمیشه کارهای خود جور نکنه، پاک نکنه که یک انفجار صدا کرد. صدا کرد، من داخل دروازه بودم، سعی کردم که نفری نمیشه افتاده. دیگر کسی یک دو سه نفر زخمی شده بود، از سیاسرا بوده که از همچیرا بود که آمد داخل دوکان. من واره گفتم بیاین بالا چه نمیشه که ما یک ذره چیز می رو میشه پاک کردیم، باز خیستن رفتن. باور وکړئ دا اوس خپله یوه سیوي مې په لاس کې د تا سیوي نه زه دلته کووار موسسې ته راغلی یم چې دا سیوي ورته تسلیم کړم. دومره لار نشته، امنیتي وضعیت دومره خراب ده چې دا ټول ځوانان ټول په زړه کې ویره لري. وضعیت خراب بالکل، یعنی هره ورځ موږ خبرنګاران شهیدان ورکوو. یو د هغه جملې نه چې غزني کې شهید شو نکزاد صاحب، یعنی ډېر فعال ځوان و، ډېر تکړه سړی و، بېغرضه، کومه شخصي دښمني د هېڅ هم نه لرل. تخریب محل رویداد روایت این را می کند که این انفجار خسارات هنگفتی را به باشندگان محل رسانیده است. این امروز ما تقریبا حدود نشده اگر 20-25 هزار ضربه مالی شده که عاید من روزانه 2500 افغانی است. سوپ مفروشم و برگر مفروشم. رنجر که اینجا بجا مانده کاملا از بین رفته و یک بس هم اینجا تخریب شده. خسارات زیاده به باشنده های محل و کسایی که اینجا دکان داشتن رسیده. آن سوی این رویداد در نزدیکی حوزه ششم امنیتی نیز موتر که تیم امنیتی سرور دانش را حمل می کرده است هدف انفجار قرار می گیرد و در این رویداد محمد مهدوی مسئول منصوبین امنیتی سرور دانش جان باخته و 2 تن از همکارانش زخمی می شوند. در ساحه چمن حضوری از مربوطات حوزه ششم امنیتی نیز انفجاری رخ داده است. طبق اظهارات پلیس شهر کابل این انفجار ناشی از ماین مغناطیسی بوده است که به کس آسیب نرسیده است. اخیراً انفجار ماین‌های مغناطیسی و کنار جاده‌ای در بخش‌های مختلف کشور به ویژه شهر کابل به گونه نگران کننده افزایش یافته است. مسئولیت اغلب این انفجارها را هیچ گروهی بر عهده نگرفتند. مسئولین محلی غزنی از پیشرفت کار در بررسی قضیه ترور رحمت الله نکزاد در این ولایت خبر می دهند. به گفته این مسئولین به زودی عاملان ترور آقای نکزاد بازداشت و به پنجه قانون سپرده خواهد شد. توریاله تابش از غزنی جزئیات بیشتر در این مورد می دهد. پس از گذشت 5 روز از ترور رحمت الله نکزاد، رئیس اتحادیه ملی خبرنگاران غزنی و خبرنگار الجزیره و اسوشیتد پرس در این ولایت،
پس از چهارشنبه روز شنبه معاون مقام ولایت غزنی، فرمانده پلیس و معاون امنیت ملی غزنی با حضور در دفتر اتحادیه ملی خبرنگاران غزنی غمشریکیشان را با خانواده مطبوعات این ولایت ابراز داشتند. معاون مقام ولایت غزنی میگوید که حکومت محلی غزنی اراده جدی برای بررسی قضیه ترور آقای نگزاد دارد. و در این کلام عزم قاطع همه ما بری است که هر رقم میشه باید سرنخ زیر ما پیدا کنیم، قاتل یا قاتلین شناسایی شود و به پنجه قانون سپرده شود. و این مسیر ما با قدرت و قوت ادامه میتیم و همکاری شما دوستان و همکاران گرامی را ما در زمینه خواهان هستیم. فرمانده پلیس و معاون امنیت ولایت غزنی نیز از پیشرفت‌ها در شناسایی و بازداشت عاملان ترور آقای نگزاد سخن می‌زنند و می‌گویند که به زودی عاملان شهادت آقای نگزاد بازداشت خواهند شد. مسئولین وظیفه اخیسته ده یا سه پیشرفت سویده اگه منگنسو که ولی سی پرمون که تاسه تشریح کو منگه در ریاست امنیت ملی سره پا تفاهم سره پا همه هنگی سره خلق بزندر سویدی او کار پیروانده. ما براتون وعده میتیم به صفت نماینده امنیت ملی که انشاءالله در این زمینه ما جدی اقدام میکنیم، کار میکنیم و فعلا هم تحت کار جریان داره. در حدود 60-70% بالای موضوع کار صورت گرفته، شناسایی صورت گرفته، تصویر صورت گرفته. در این نشست شماری از خبرنگاران غزنی خواهان نتیجه بخش بودن این بررسی ها و حمایت های دائمی مادی از خانواده آقای نگزاد شدند. در اعلامیه ما مورد که ما از نهادهای ملی و بین المللی، از حکومت، از جامعه بین المللی خواهانی هستیم که برای آقای نگزاد باید که برای فامیلش کمک های مادی و معنوی دراز مدت در نظر گرفته شده. دفتر مطبوعاتی والی غور اعلام کرده است که به دنبال برفباری های شدید در نقاط مختلف این ولایت، شهرهای غور هرات و غور کابل مسدود شده است. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی والی غور که امروز منتشر شده است، همچنان آمده است که تمامی راه‌های مواصلاتی مرکز با ولسوالی‌های این ولایت نیز به دلیل بارش برف مسدود شده است. چهار تن به اتهام سرقت و باجگیری از سوی پلیس در ولایت غزنی بازداشت گردیدند. مسئولان امنیتی غزنی میگویند که این چهار تن به اتهام های جداگانه از سرقت و زورگویی بازداشت گردیده و با گرفتاری این افراد میزان جرایم در این ولایت کاهش خواهد یافت. توریاله تابش از غزنی گزارش میدهد. آمر مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پلیس غزنی میگوید که 3 تن به اتهام سرقت و 1 تن دیگر به اتهام زورگویی و باشگاهی از سوی منصوبین پلیس در این ولایت بازداشت شدند. به گفته وی این افراد در عملیات های جداگانه بازداشت گردیده و متهم به سرقت و سایر جرایم جنایی مختلف در این شهر هستند. آقا پا ما لسل کرپوی جنو گواری بیا پا مرگ بندی گواهی خب بلا پیسې نور کوي بیا انداخ باندې کوي کورته به مدستان ورچوي خوشبختانه هغه نفرم دی غول ډلې مو یو نفر ګر کړی ده په خپل جرم اعتراف کړی ده او نور خلک هم جدي تر تعقیب لاندې دي 3 نفر ستاسو ویني هغه په مختلفو جرمونو باندې نوسوي دي څوک له کورونو چې بیا غلاوي کولې او د خلکو اعمال به راوړل بازار کې به سودا کول هغه هم بالفعل ګر سوی ده. پلیس غزنی در حالی از بازداشت این افراد سخن میزنند که سرقت های مسلحانه و راهزنی ها در برخی ساحات شهر غزنی افزایش یافته و مردم از این ناحیه نگران هستند. در یک شبانه روز گذشته 10 مریض کووید 19 در کشور جان دادند. این تعداد افراد در ولایت های کابل، بلخ، کندوز، بادغیس و میدان وردک به دلیل ابتلا به کووید 19 جان باختند. جزئیات بیشتر در گزارش. شماره قربانیان مریضی کووید 19 و میزان ابتلای افراد به این مریضی در افغانستان با گذشت هر روز در حال افزایش است. وزارت صحت عامه از مردم خواسته است که از سفر به خارج از کشور خودداری کنند. شماره مجموعی فوتیان ناشی از مریضی کووید 19 در افغانستان تا امروز به 2158 نفر افزایش یافته است. بر اساس اعلام وزارت صحت عامه در 24 ساعت گذشته 978 نمونه مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارها تست و تشخیص شده است که نتایج آزمایش 83 نمونه آن مثبت تشخیص شده است. با ثبت این رویداد شماره مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان
از نخستین روز شیوع این ویروس تا کنون به 51847 نفر رسیده است. همچنان در یک شبانه روز گذشته 260 مریض کووید 19 در ولایت های بلخ، قندهار، کابل، پکتیا، نیمروز، خوست و اورسگان بهبود یافتند. به این ترتیب شمار بهبود یافتگان ویروس کرونا در کشور به 41012 نفر افزایش یافته است. مسئولان امنیتی در ولایت بلخ تایید میکنند که فرمانده گارنیزیون لوای 3 ارتش در ولسوالی شلگره این ولایت در پی انفجار ماین کشته شده است. فرمانده پلیس ولسوالی شلگره ولایت بلخ میگوید که محمد طارق فرمانده گارنیزیون لوای 3 ارتش در انفجار ماین در روستای بودن قلعه این ولسوالی کشته شده و دو سرباز دیگر زخم برداشتند. بر اساس معلومات فرمانده پلیس ولسوالی شلگره این رویداد شب گذشته هنگام رخ داد که نیروهای امنیتی با طالبان درگیر نبرد مصالحانه بودند. فرماندهی پلیس ولسوالی شلگره می افزاید که همزمان با این در حمله هوایی نیروهای دولتی 9 عضو گروه طالبان در این ولسوالی کشته شده و 7 تن دیگرشان زخم برداشتند. رئیس جمهور ترکمنستان درمان ویروس کرونا را با استفاده از ریشه شیرین‌بویه پیشنهاد نموده است. قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان پیشنهاد کرد که افراد مبتلا به ویروس کرونا در ترکمنستان را با ریشه شیرین‌بویه درمان کنند. محمدوف در طی یک جلسه دولت خطاب به حاضرین خاطر نشان کرد که وی با خواص ریشه شیرین‌بویه را در جلد اول کتاب خود گیاهان داروی ترکمنستان شرح داده است. و دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که هیچ اولویت بالاتر از برقراری صلح قابل قبول و بایست وجود ندارد. آقای عبدالله که در دومین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی سخن میگفت، ضمن تاکید بر آغاز دوره دوم گفتگوهای صلح در تاریخ تعیین شده آن میگوید که امیدوار است مکان گفتگوها مانع برگزاری آن نشود. به گفته آقای عبدالله مردم افغانستان صلح بایزد، عادلانه و پایدار می‌خواهند که در آن ارزش‌های ملی و اسلامی و دستاوردها حفظ شود و مردم با خود و با جهان در صلح و امنیت زندگی کنند.